سلام بینندگان عزیز، 4 مارت برنامه خبر امروز است. با شما هستم فیروزی حید و اینک توجه کنید به موضوعهای برنامه امروز. وزیر مهنت خودی زنانی مردی کار بازار را در نداشتن شغل گناهگردانی است. تاجیکستان در رده‌بندی حقوق و آزادی های شهروندان در گروه بدترین ها قرار گرفت. پس از فیسبوک شرکت گوگل نیز جزی اندوسپارندگان شد. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید در تاجیکستان سطح بیکاری حتی در زمان پاندمی بالا نرفته و در دوام 9 سال در کشور 1.9 میلیون جای های نوی کاری نو تأسیس دادند. وزیر مهنت شیرین امانزاده چنین گفته ها را در مصاحبه با نشریه حکومتی جمهوریت ایراد کرده است. با اطلاع وزیر، در تاجیکستان تطبیق استراتژی دولتی رشد بازار مهنت تاجیکستان که از سالهای 2012 تا 2020 ادامه کرد به انجام رسید و تنها در همین دوره در ساحه‌های اقتصادیات جمهوری زیاد از 1.6 میلیون جای کاری تأسیس داده شد. در نتیجه تطبیق استراتژی دوامی سالهای 2012-2020 در ساحه‌های اقتصادیات جمهوری زیاده از 1.6 میلیون جای کاری تأسیس داده شد. در این زمینه با مساعدت مقامات مهنت و شغل اهالی وزارت 451.3 هزار شهروند در ساحه‌های گوناگون اقتصادی به جای کار تأمین گشت. در همین حال وزیر میگوید در این دوره تعداد اهالی مشغول کار از 2.291.5 هزار نفر تا به 2.463.4 هزار بالا رفت که افزایش به 137.8 هزار نفر یا 12.7% راست میاد. اما آنکه 1.042 هزار جای های کاری دیگر کجا شدن معلوم نیست. بسته شدن یا کسی نخواست در آن جای های کاری تأسیس داده وزارت کار کند، وزیر این نقطه را شرح نداده است. همزمان در همین مصاحبهش وزیر گفت که در نتیجه تدبیرهای اندیشیده امکان فراهم آمد که در دوره اوج پاندمی کرونا ویروس فعالیت منظم تشکیلات و مؤسسه و کارخانه های جمهوری تامین گردد و به این وسیله وضع در بازار مهنت کشور معتدل نگاه داشته شود. سال گذشته در ساحه‌های اقتصاد جمهوری در مجموع زیاد از 193 هزار جای کاری دائمی، موقتی و موسمی تأسیس یافت. شماره قواهای کاری سال 2020 نسبت به سال 2019 3.7% افزود. در این زمینه تعداد اهالی مشغول کار نیز از 2.314.9 هزار نفر سال 2019 تا به 2.402.8 هزار نفر رسید. با ادعای شیرین امانزاده، قطع نظر از تاثیر بیماری سرایتی کووید 19 به وضع بازار مهنت، سطح بیکاری رسمی در جمهوری حدود 2.2% نگاه داشته شد که نشان دهنده قبل از خروج بیماری مذکور هم در همین سطح قرار داشته است. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور در باره زنان مردی کار بازار شهر باختر نیز ابراز نظر کرده، خودی زنان را در نداشتن جای کار گناهگردانیست. باید گفت که در این بازار زنهای زیاد ساعتها انتظار کارفرما می نشینند و چند پیش وزیر از احوال آنها دیدن کرده بود. بعد از دیدار و صحبتها به خلاصه آمدم که مشکل اساسی آنها در نداشتن دانش و تخصصی معین و علاوه بر این تلاش نکردنشان برای صاحب تخصص شدن است. اصلاً پیدا کردن شغل مشکل نیست، بلکه دشواری در راه های رسیدن به آن جای دارد که از هر انسان دانش های ذهنی را تقاضا می کند. نفری که نمی تواند نویسد، خواند و یا نمی خواهد کاری را به طور منظم و تخصصی آموزد، مشکلات اساسی او می باشد. در همین حال وزیر می گوید که تصمیم گرفتند که قبل از همه با ذهنیت این نفران کار بگیرند
و آنها را صاحب اختصاص گردانند. وزیر گفت که بعد چند روز این شناسایی توسط ساختارهای محلی وزارت در ولایت ختلان یرمرکه جایهای کاری خالی و وظیفه های آزاد برگزار گردیده 48 نفر با کاری دائمی تامین و 280 نفر با کورس‌های کوتاه مدت تخصصی از روی طلبات بازاری مهنت جلب شدند. با آنها اختیاراً در یک هفته 3 روز برای کار و 3 روز به آموزش کسب و هنر پیشنهاد شد. در آخر شیرین امانزاده به مثل منصبداران دیگر همان آمارهای کهنه را بار دیگر تکرار کرده که طبق آن آمار مجموعی محصولات داخلی کشور از 36.1 میلیارد سومانی تا به 82.6 میلیارد سومانی افزود که حجم افزایش به 46.5 میلیارد سومانی یا 2.5 مرتبه بیشتر می شود. در دوره تطبیق استراتژی که بیشتر از 8 سال ادامه داشته و میگوید مزد مهنت میانه نامینالی کارمندان همه ساحه‌های اقتصادیات جمهوری از 555.2 سومانی به 1393.7 سومانی رسید، اما به مثل منصبداران دیگر و حتی رئیس جمهور او هم نگفت که در این دوره چقدر قرب سومانی افت کرده و نرخ در بازارها بالا رفته و از این معاش برای زندگی ساکنان بسنده است یا خیر. باید گفت که در تاجیکستان پیوسته با بالا رفتن قرب دلار در برابر پول ملی نرخ هم محصولات و هم خدمت رسانی ها بالا می رود و منصبداران در برابر ایرای آمار در این باره چیزی نمی گویند. در حالی که مقامات می گویند در تاجیکستان آزادی های سیاسی و شهروندی تامین است، فریدم هاوس یا خانه آزادی این کشور را به گروه بدترین ها داخل کرد. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 3 مرد گزارش را نشر کرد که در آن تاجیکستان از میان 54 کشور نازاد در گروه 12 بدترین ها در یک صف با ترکمنستان و کره شمالی و سومالی قرار دارد. این سازمان همچنین گفته است که مطلب علاهیده را در باره تاجیکستان بزودی نشر خواهد کرد. فریدم هاوس در گزارش خود در سال 2020 رژیم رحمان را خودکامه نامیده گفته است که او از سال 1992 زمام قدرت را در دست دارد و در این مدت آزادی های سیاسی و شهروندی در تاجیکستان محدود شدند. همچنین در گزارش خود این سازمان از پاندمی کرونا ویروس، نامعینی های اقتصادی و نزاعها در سراسر جهان گفته قید کرده است که این همه سبب محدود شدن آزادی ها شدند. فریدم هاوس میگوید در 15 سال اخیر شماره کشورهای نازاد بیشتر شده ایستاده است. اپوزیسیا از معرکه های فشار و سرکوب چند سال اخیر آسیب دیده، مقامات آزادی و فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید گرفتند. ثروت و قدرت هرچی بیشتر در دست پرزیدنت و اعضای آیلاش تمرکز می‌یابد. این سازمان از قرغیزستان و بلاروس مثال آورده گفته است که این کشورها در بخش آزادی های سیاسی و مدنی بسیار چیز را از دست دادند. برعکس از مقدونیای شمالی تفسیر شده گفته شده است که بلندترین نشاندادهای آزادی را به دست آورده است. خانه آزادی در گزارشش نوشته که حامیان دموکراتیا در مقابل دشمنان خودکامهشان خیلی عقب نشینی کردند و توازن بین المللی به فایده ظلم و ستم بود. همچنین گفته شده است که رهبران کشورهای خودکامه برای سرکوب و از بین بردن مخالفین خود از نیرو استفاده برده به حکمهای سنگین زندان، شکنجه و کشتار دست می زنند. کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز 4 مرد خبر داد که پس از ثبت نام کردن فیسبوک همچون انداز سپارنده، روزی 3 مرد شرکت معروف گوگل نیز خود را در کمیته انداز همچون سپارنده انداز از خدمت رسانی الکترونی به قید گرفته است. در خبر آمده که بغیر از شرکت های بزرگ گوگل و فیسبوک، چون این تشکیلات های خارجی به مانند دودل اینک، نواتخ آی تی و اکسالا اینک به قید گرفته شدند و برای به قیدگیری سوبیکت های خارجی دیگر، کمیته با نمایندگان سازمان همکاری اقتصادی و رشد و شرکت های اینترنتی کارهای فرماندهی گذرانده ایستاده است. بعد از بحث های زیاد تاجیکستان آخر سال 2020 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن شخصان خارجی از خدمت رسانی الکترونی باید به بودجه جمهوری تاجیکستان انداز و ارزش ایلاوه شده پرداخت کنند. عمل قانون به شخصان خارجی تعلق دارد که به شخصان واقعی در جمهوری تاجیکستان خدمت رسانی های رقمی را انجام می دهند.
طبق قانون شرکت های خارجی عهده دارند نه دیرتر از 20 روزی تقویمی از روزی آغاز نمودن خدمت رسانی های الکترونی در مقامات انداز به قید گیرند. مین بعد اعلامیه انداز از ارزشی ایلاوه شده به مقامات انداز توسط اتاق شخصی انداز سپارنده که با زبان انگلیسی دسترس است پیشنهاد کرده می شود. چند وقتی اخیر مسئله انداز سپردن شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان داغ شد. عیناً زمانی که سردار خدمات علاقه تاجیکستان بیک صبور خدای رئیس جمهور این مسئله را برداشت. آن زمان این مقامدار دولتی خصوصاً از جانب کاربران فیسبوک انتقادی زیاد می شد. حکومت به دلیل اینکه این خدمت رسانی الکترونی از جمله فیسبوک و گوگل در بعضی دولت ها از درآمدشان انداز می سپرند، می خواهد در قلمرو تاجیکستان نیز انداز سپرند، ولی این اقدام از جانب کاربران و کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. نمایندگان شرکت ساختمانی تخسترای شهر مسکو برای جلب مهاجران مهنتی به کارهای ساختمانی این شرکت به تاجیکستان آمدند. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک، نمایندگان این شرکت ساختمانی نخست در شهر خوجند و سپس به شهر دوشنبه سفر کرده با ساکنانی که خواهشی در روسیه کار کردن را دارند شرطنامه کاری به امضا می رسانند. شهروندانی که ماهاست در جستجوی کار و منتظر کشوده شوی راه نشستند با شنیدن تشریف کارفرمایان روس به تاجیکستان، ده ها نفر ساکنان از شهر و نواحی سوخت روزهای دوم و سوم مارس به خوجند آمدند. نیکلای پاپوف رهبر جمعیت سهامی کشوده تخسترای شهر مسکو در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفته که بخش اعظم کارگران این شرکت از حساب مهاجران مهنتی است و از همین لحاظ او در همکاری با خدمات مهاجرت تاجیکستان با گروهی عبارت از 16 نفر خود برای بستن شهرنامه ها با کارجویان به تاجیکستان آمدند. دوامی دو روز با بیشتر از 500 نفر شهرنامه ها به امضا رسانیده شد. در این میان بیشتر از 40 نفر همچون متخصص بلندسوها قبول گردید، گفت رهبری تخسترای مسکو. بنا به گفته پاپوف بعد از خوجند سفر آنها به شهر دوشنبه نیز در نظر بوده تا 6 مارس ساکنان را برای همکاری قبول میکنند. گفته میشود شرکت تخسترای بستن 1000 شهرنامه با همکاران تاجیک را در نقشه داشته. مسئله تشکیل خطسیر چارتری به رسمیت ضروری حجت ها از قبیل اجازتنامه جای کار، تامین نمودن با خوابگاه و سری هر ماه پرداخت نمودن معاش مهاجران را به عهده گرفته است. اکثر شهروندان تاجیکستان تا بسته شدن مرزها بین تاجیکستان و روسیه در این کشور کار میکردند و زندگی خود و خانواده‌اشان را میچرخاندند. اما بعد از شیوع بیماری همگیر و قطع پروازهای دائمی اکثرا کارهای خود را از دست دادند و خیلی ها نیز به وطن برگشتند. عین زمان از سبب بیکاری در کشور آنها روشماری میکنند که کی پروازها برقرار میشود و به سر کاری خود برمیگردند. پرزیدنت پیشین باشگاه بارسلونا ژوزپ ماریا بارتومئو در دایره یک عملیات از جانب پلیس کاتالونیا بازداشت شد. در دفترهای این باشگاه کافتوکا گذرانیده شدند. همراه با بارتومئو دیرکتور اجرایی اسکار گراو، سردار دپارتمنت حقوقی رامان گومز پونتی و مشاور پرزیدنت ژاوم ماسفرر بازداشت شدند. کادینا سر رادیو کاتالونی سبب این بازداشت ها را در سوء استفاده از منصب، فساد و شستشوی پول می داند. رسانه های اسپانیا باوری دارند که این همه نتیجه بارسا گیت است. بارسا گیت چیست؟ در آخر ماه فوریه سال 2020 رادیو کاتالونی کادینا سر تفتیشات را آغاز کرد و معین نمود که کلوب با شرکت تحلیلی ونتورس برای ساختن سیمای مثبت بارتومئو در شبکه اجتماعی و تنقید مسی، پیکه، گواردیولا، خوی و همه رقیبانش پرزیدنت سابق از حساب کلوب پولی کلان گذرانده است. گفته می شود بارتومئو از حساب باشگاه بارسلونا برای خدمت رسانی ونتورس 1 میلیون یورو پرداخت کرده است. این مبلغ 6 مراتبه بیشتر از ارزش بازار می باشد. این مبلغ قسم قسم پرداخت شده است که یک قسمی آن کمتر از 200 هزار دلار است. چرا پول قسم قسم پرداخت شده است؟ اگر مبلغ شرطنامه از 200 هزار کمتر باشد، آن می تواند به مسئولیت شورای دیرکتران پرداخت کرده شود. از این بر می آید که بارتومئو می خواست دلیل همکاری با ونتورس را پنهان کند. این عملی بارتومئو خشم فوتبال بازان را به بار آورده بود. از جمله مسی و پیکه در صحبت با رسانه ها اظهار نگرانی نموده بودند.
بعد از این سر و صداها بارتامئو و باشگاه بارسلونا قول دادند که تفتیشات داخلی خود را انجام میدهند. برای انجام دادن تفتیشات بارتامئو با رفتن نایب پرزیدنت امیلی روسو اصرار ورزید. گفته می شود که روسو یکی از شریکان نزدیک به بارتامئو بود. روسوی برکنار شده اولین کسی بود که بارتامئو را در فساد عیبدار نموده گفته بود که کروپسیا در کلوب ایون است. کلوب معلومات در برای شرطنامه ها با شرکت های گوناگون که یکی از آنها در منطقه آفشاری جایگیر است حذف کرده است. این کار برای پیشگیری از نظارت داخلی و به دست آوردن خلاصه مثبت از کمیته مالیه و شورای دایرکتوران انجام داده شد. از این قانون شکنی خبردار شدم و این سبب استعفای من شد. همچنین سابق نایب پرزیدنت قید کرده بود که وقت شما برای خدمتی که 100 هزار ارزش دارد 1 میلیون یورو پرداخت میکنید، این عمل سوال های زیاده را به میان میارد. حالا تفتیشات ادامه دارد و نشان خواهد داد که چگونه واقعا این عمل روی داده است. بارتامئو این را میداند. این عمل افلاس است. با فکر من کسی از حساب کلوب پول دزدیده ایستاده است. او کیست؟ طبیعی است که کسی از رهبریت. نمیدانم دقیق کی است، اما شبهه ها وجود دارند. کلوب در پاسخ به روسو او را برای تهمت به دادگاه کشید. نایب پرزیدنت کلوب را با 6 اعضای ریاست ترک کرد. از آن ریاست که کلوب را ترک کردند در نامه کشاد از این عملها اظهار نگرانی کردند. نشریه اسپانی المندو بنابر گزارش اودیتوری نوشته بود که پلیس باوری دارد که این عمل و شرطنامه ها نه تنها برای پنهان کردن کارهای بارتامئو از شورای دایرکتوران، بلکه اینچنین برای به دست آوردن منفعت های شخصی اشتراکچیان معامله انجام داده شده است. در این پرونده اینچنین خوان مسفره را دستی راستی بارتامئو که روزی 1 مرد بازداشته بود همراه است. گفته می شود محض او همکاری ها با ونتورس را نظارت میکرد. پیش از برکناری جوزب از استعفای خوان گفته بود، اما هم روسو و هم پلیس بر این نظرند که او در وظیفه مانده معاش میگرفت. پیشتر در صحبت با رسانه ها روسو گفته بود که پرزیدنت به ما گفت که او را از کار خارج کرده است، اما این طور نبود. ماس فرر به منیجران زنگ زدن و دستور دادن را ادامه میداد. خنده آور است، اما من دیروز با ماس فرر صحبت کردم. من چنین احساس میکنم که پنهانی او تا حال مشاوری بارتامئو است. در ماه یولی سال 2020 بارسلونا حسابات شرکت اودیتوری PwC را پیشنهاد کرد که در آن یگان قانون شکنی جدی در کلوب معین کرده نشده بود. پلیس این خبر را به اعتبار گرفت، اما گفت که این گزارش از جانب آنهای فرمایش داده شده است که می توانند منفعت دار جنایت های احتمالی باشند. آخرین ماه اکتبر سال 2020 بارتامئو با تمام شورای دایرکتوران و تیم منیجرانش استعفا دادند. حتی آنها نتیجه آوازدهی برای ایمپیچمنت را منتظر نشدند. انتخابات پرزیدنت نوی کلوب بارسلونا 7 مارت برگزار می‌گردد. در این انتخابات 3 داوطلب، جوان لاپورتا، ویکتور فوند و تونی فریا اشتراک می‌ورزند. لاپورتا یگانه پرزیدنت بارسلونا در عصر 21 است که از جانب پلیس بازداشت نشده بود. پیش از او کلوب را خوسه لوئیس نونس رهبری میکرد که در سال 2011 با دادن رشوه عیبدار شده بود. بعد از لاپورتا پرزیدنت بارسلونا ساندرو روسل بود که او برای تصرف مبلغ ترانسفر نیمار زندانی شده بود. کلوب روز دوشنبه اظهارات رسمی پخش نموده گفت که بارسلونا آماده است پورا با حقوقدانها و کارمندان پلیس همکاری کند. بینندگان عزیز، اینجا پایان برنامه خبر امروز است. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از دن نقطه تیوی مطالعه کنید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.